شادی هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، خدمت تک تک شما سلام عرض میکنم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و نشاط و سربلندی و شادی همیشگی دارم. قبل از هر چیز وظیفه خودم میدونم که از صمیم قلب پیروزی بزرگ و اخیر رو خدمتون تبریک بگم، پیروزی مردم و مقاومت ایران رو. هرچند این افتخار رو داشتم که در قالب سایر برنامه‌ها خدمت بینندگان سیمای آزادی تبریک بگم، اما هم پیروزی گواراتر و شیرین‌تر از اون هست که با یک تبریک بشه بهش بسنده کرد، و هم ترجیح میدم که در چارچوب پیک شادی هم خدمت بینندگان خاص پیک شادی از صمیم قلب تبریک بگم. انگار که در این زمینه هم مقاومت و مردم ایران درست رویاروی رژیم پلید آخوندی هستند، یعنی رژیمی که انگار عهد کرده که شادی و امید و خنده رو از فرهنگ مردم پاک بکنه و از اذهان اونا پاک بکنه، با مردم و مقاومتی مواجهه که همواره شادی، پیروزی، غرور و افتخار رو براشون برمقام میارن. به هر حال با تبریک مجدد پیروزی آزادی گروگانهای اشرفی، این برنامه رو به همه اونهایی تقدیم میکنیم که در این بیش از 70 روز با دعاهای خودشون، با اقدام خودشون، با تلاشهای خودشون، با تماسهایی که گرفتن با ارگانهای مختلف بین المللی و با انواع و اقسام فعالیت هایی که کردن، و به خصوص همه اونایی که در چهار گوشه جهان دست به اعتصاب قضا زدن، در شکل گیری و خلق این پیروزی سهم داشتن. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که برای این هفته در نظر گرفتیم در پیک شادی مورد توجهتون قرار بگیره و خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما بیاره. با ما در پیک شادی همراه باشید. یا به جایی رژیم که گسترده هم هستن، خب با هدف فرار از سرنگونی صورت میگیرن. توی پست‌های مختلف مهرهای خودشو داره جابجا میکنن. حتما شنیدین که پاسدار جعفری، سرکرده سپاه سرکوبگر رژیم، به زبون اشدش گفت که قیام سراسری اخیر، عین جمهوریت خودش، حقیقتا بزرگترین خطر برای نظام در طول 30 سال بوده. بعدش هم تصریح کرد که فراتر از جنگ ضد میهنی بوده، چون باز به قول خودش تا مرز براندازی پیش رفته. این مثلا قرار بود روحیه بده به بقیهشون، زد حسابی داغون کرد. به هر حال یکی از همین جابجایی ها گماشتن عنصر پیشونی سیاه و بسیار بدنامی به نام محمد رضا نقدی بود به سرکردگی بسیج ضد مردمی رژیم. نقدی دیگه معلوم حال‌تر از اونه که نیازی به معرفی داشته باشه. از بوسنی و هرزگوین تا لبنان تا نمیدونم سپاه بد و خلاصه هر جایی که فکرشو بکنی تو جنایت رژیم یه دستی داشته. در سرکوب خونه دانشگاه هم در سال 78 از عوامل اصلی بود. حالا این شده فرمانده بسیج. به قول یکی از دانشجوهای دامپزشکی اون زمان دانشگاه تهران، اگر کسی بخواد در مورد بیماری هاری تحقیق بکنه، حتما باید یک بررسی در مورد این نقدی انجام بده. به هر حال ریزش بسیجی‌ها که ناشی از چارنل تاختن رژیم در سراشی به سرنگونی هست، نه با عوض کردن سرکردهشون علاج میشه، نه با فرستادنشون بالای کوه چنانکه رژیم میفرسته و تو تلویزیونش هم تبلیغ میکنه. چشم بسیجم به کلم باز شد، آب هویجم به دل آغاز شد، جام بسیجام نبیاره یزیز، سنج بسیجی زچه رو جاز شد. سلام دارم به همه بسیجیان سراسر گیتی، آنهایی که عشق به ولایت را در دلشان مثل بسیجی محروم سردار محصولی ذخیره ارضی و طولی کردند. برنامه های ویژه‌ای برای شما تدارک دیدیم که وقتی نگاه میکنید همین طوری به عرض و طول بسیجیتون اضافه میشه. ازتون دعوت میکنم اول به گزارشی از سقوط بسیجیان نظام به توچال. توچال؟ توچال آقا؟ توچال با هم
ببینیم. اشتباه نکنید، اینجا آشیانه کلاغان نیست، اینجا قوقای حضور بسیج است که حرف اول را میزند. برویم ببینیم این بسیج رود از کدامین کوه میریزد. گزارشی داریم از کوهنوردی بسیجیان. از بسیج دانشجویی اومدین، امیدواریم که یک صعود خوبی داشته باشیم به قله کلکچال. ولی انگیزه های ما برای صعود بسیجی‌ها به توچال ارزش های متعالی نظامه. دشمن های نظام میخوان جور جد بودن که انگار ما واسه حلیم جمهوری داریم میریم اون بالا. اونم هست، ولی ارزش های بالای بسیج فقط تو حلیم نیست. یا مثلا استکبار جهانی فکر میکنه ما به خاطر سهمیه دانشگاه اومدیم کو. ممکنه اینطور باشه، ممکنه اینطور باشه، ولی به احتمال زیاد به خاطر قبال یخچال نیست. اون چه که واسه ما مهمه ارزش های بسیجه. بفرما علیم، ببخشید، بفرما ارزش های بسیج. خب امروز حرکت دانشجو از دانشگاه مختلف، ما از دانشگاه شاهد اومدیم یه زیارتی کنیم که حرکت ورزشیه. چون همطور که مقام معظم رهبری گفتن کنار تحصیل و تهذیب نفس باید ورزش هم باشه. بله همونطور که مقام معظم ولایت گفتن تهذیب نفس خیلی خوبه، به خصوص کنار منقل که نفس آدم هم تهذیب میشه هم تبخیر میشه. آبجی من که چهره ورزشکاری شما رو نمیدونم، ولی صداتون خیلی شبیه بروسلیه. انشالله شما هم بروسلی بشین بری المپیک. هر کی کارش خدا مزدی است او بسیجی است. بنابراین آفتاب، رودخانه ها که شغل هیجان انگیزی دارن، دریا، درختان، اینها همه بسیجی هستند. باز هم درباره بسیج و بسیجی نازنین صحبت میکنیم، این واژه مقدس. میخواستم بگم واقعا تو خودت هم چیزی از یه بسیجی کم نداری. چنار اسم تخلصت چی بود تو؟ خلاص، علا خلاص. واقعا آدم وقتی حرف کم میاره به چه فلاکتی میفته. آخه بلا چجوری تو درخت و آفتاب و رودخونه رو کردی بسیجی؟ هم شما بگو بهش. آخه کدوم درختی 8 سال دفاع مقدس شرکت کرد؟ مگه آفتاب میتونه مثل بسیجی ریش بذاره؟ خب ریشش میسوزه. چنار. علا خلاص. یه شعری بگو که بسیجی فهم باشه. مثلا من یه شعری دارم میگه در چشمان بزغاله ام بسیجانه فریاد زد. خب نگاه کن این متبیته، متقافیه است، متردیفه، یعنی ردیفش ردیفه. چقدر خوبه که شاعران درباره این جور موضوعات صحبت میکنن. شما چقدر لطیف و با تعابیر قشنگی گفتید، واقعیت هم همینه. به تعبیری همه کسانی که خلق زیبایی کردن بسیجی هم. بله شما لپ کلام و بسیج رو کشیدید، منم یه انگشتی فرو میکنم تو چشمش. و در انتها بسیجیان دلخسته دستان خود را رو به مرقد امام راحل گرفتند و متضرعانه دعای ریزش را و درگاهش قرائت کردند. هر که خودش رو بیچاره میدونه ناله کنه. برادرها همه دستا رو به مرقد امام، دستا بالا، پلیز هنزا اکشن. امام آقا نحن و سیجیونیم، محتاجون عبریش و پشم که کسی را، انا ضعیفان و زلیلان و علیلان و شنیلان و شفدالون. ریزشیاش بلندتر بخونن. هرچی که بیشتر کتک خورده بیشتر باز گریه کنه. آقا عشق بریزین اشتهاتون باشه که امشب منصف بوله با موق میدن. من دلم امامو میخواد. همه من دلم امامو میخواد. امام منو نمیخواد. همه امام منو نمیخواد. بسیجی باز بیریخ باشه، بسیجی باید بیریخ باشه. غنگ و بد اخلاق، غنگ و بد اخلاق.